سلام و وقت شما بخیر. شما بیننده زیربنا از آریانا نیوز هستین و من سمیرا شجاع هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین رویدادهای اقتصادی داخلی و خارجی. کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری میگوید که وزارت معدن و پترولیم از 191 سفارش این اداره تنها 27 پیشنهاد را عملی کرده است. با گفته مسئولان در این کمیته، پیشنهادات آنان میتواند تا در بخش شفافیت و سرعت در کار مؤثر تمام شود. اما وزارت معدن و پترولیم میگوید که نزدیک به 40 سفارش این کمیته را عملی ساختند. رویای ناتمام انحصار، موترسازان در مسیر زیان میرانند. حکایت موترسازان ایرانی را از همین فصل آخر آغاز کنیم. جایی که هاشم یکساری، مدیر عامل موتر ایران و همزمان با برکناری از سمت مدیر عاملی در دفتر کارش بازداشت شد. آنطور که میگویند اتهام مدیر عامل بزرگترین موترسازی ایرانی افزایش عمودی و بدون هماهنگی قیمت ها است. این فصل از حکایت موترسازان، ممنوع خروجی 6 ماهه، جواد سلیمانی، مدیر عامل سایپا، دیگر موترسازان بزرگ ایرانی، بازداشت شماری از مدیران این صنعت و دو نماینده اصولگرایی مجلس را نیز به همراه دارد. اتهام محمد عزیزی، نماینده ابهر و فریدون احمدی، نماینده زنجان، معاونت در اخلال در بازار موتر اعلام شده است. به نقل از خبرگزاری فارس، آقای عزیزی نوشته، قرار از فردا دادگاه برگزار شود و ما دفاعیات خود را در آنجا مطرح کنیم. آن طور که گفته شده، اشتباه نرم افزاری در گران فروشی و افزایش قیمت تولیدات ایران موتر را نپذیریم و افزایش قیمت‌ها را تصمیم مدیریتی تلقی کنیم که حکم بازداشت را برای مدیر عامل این گروه موترسازی رقم زده است. میتوان تصور کرد که هاشم یکساری، مدیر عامل ایران موتر و کوشیده تا برای نجات شرکت موترسازی تحت مدیریتش کاری کند. ایران موتر همچنان دیگر همتای خود سایپا سالهای اخیر را با حساب و کتاب منفی سر کرده و زیان کار بوده است. دوباره برگشتیم بیننده های عزیز و محور بحث امروز هم در رابطه با برگزاری انتخابات اتاق خواب است و اینجا برای بحث بیشتر سمیر رسا سخنگوی وزارت صنعت و تجارت با ما حسن رسا. سلام بر شما و خیلی هم خوش اومدید. تشکر. سلام خدمت شما سمیرا جان و بیننده های عزیز برنامه زیربنا تلویزیون جهانی آریانا. سلامت باشین. خیلی خوش اومدین آقای رسا. انتخابات اتاق تجارت و سرمایه گذاری تا کجا رسیده و نظرات شما تا حالا چی گونه؟ تشکر. همان طوری که شما در جریان هستین، البته تشکر میکنم که این موضوع را شما امروز در برنامه گرفتین. یک موضوع بسیار مهم است، برگزاری انتخابات که در برخی از ولایت‌ها برای اولین بار و در برخی از ولایت‌ها بعد از خیلی مدت برگزار میشه. ما در ماه روان میلادی انتخابات اتاق‌های تجارت و صنایع زنان را داشتیم در تاریخ 8 آگوست در ماه روان که در پایان 15 تن توانستن بالاترین آرا را به دست بیارن و باعث اعضای هیئت مدیره اتاق‌های تجارت و صنایع زنان انتخاب شوند. ما به تعقیبش دیروز انتخابات اتاق‌های تجارت و صنایع یا ACCI در ولایت بامیان داشتیم که در پایان 7 تن موفق شدن آرای بلند را به دست بیارن بعد از سپری کردن یک پروسه شفاف و که از سوی وزارت صنعت و تجارت و کمیسیون مستقل انتخابات نظارت میشه. قرار بود امروز انتخابات در ولایت نیمروز و در ولایت ننگرهار از اتاقهای تجارت و صنایع ACCI و اتاق صنایع و معادم ACIM برگزار شود، اما بنابر شناسایی برخی از مشکلات به تعویق افتاد که بعداً برگزار خواهد شد. صحبت ها در این مورد جریان داره که مشکلات شناسایی شد در تطبیق طرز العمل اتاق صنایع و معادن در ولایت ننگرهار و این گونه ثبت شرکت هایی که اونا راجستر هستند در ریاست ثبت مرکزی وزارت صنعت و تجارت. البته دو اصول است که ما پیگیری میکنیم و نظارت میکنیم، یعنی وزارت صنعت و تجارت که اصول اول هم در اینجا برگزاری انتخابات شفاف است که باید طبق طرز العمل اتاق‌ها برگزار شود مراعات شود، و دوم هم از صحت ثبت شرکت‌ها در ثبت مرکزی باید اطمینان داده شود، به خاطر که طبق طرز العمل بنا باید
شرکت های میتونن حق رای دهی داشته باشن یا رئیساشان خود را کاندید بکنن که اونا راجستر ثبت مرکزی باشن و بعد از اینکه آقای رسا دقیقاً این پروسه رای دهی چقدر میتونه شفاف باشه و شما گفتین تنها بازرگانان میتونن رای بتن که اونا عضویت داشته باشن و جواز داشته باشن، یعنی چقدر شما اطمینان داده میتونه که تقلب نمیشه؟ یعنی نظارت شما چگونه است؟ خب طبعا وقتی که انتخابات برگزار میشه در یک ولایت بررسی میشه که به چی تعداد شرکت راجستر هست. طبعا که در بینشان کسای هستن خودشان را کاندیدا میسازن و یا هم میخواین که رای بدن، اما شرایط برای پروسی رای دهی و کاندید شدن هم ثبت شرکت هایشان در ریاست ثبت مرکزی است. به گونه مثال یک کسی نمیتونه بیاید بگه من هم تاجر هستم میخوام در این پروسه سهم بگیرم. اونا باید جواز داشته باشن که پروسه به شکل قانونی تر، بهترش و مشروطترش برگزار شود و میرن به دیتابیس ریاست ثبت مرکزی مراجعه میکنن و تمام دیتابیس معلومات اونجا موجود هست، چک میشه که آیا این شرکت راجستر هست یا نیست. اگر راجستر بود تایید میشه و میتونه که شامل پروسه شود. اگر راجستر نبود گفته میشه که شما راجستر نیستین، بنابراین نمیتونین که رای بدین و فقط به کسانی امتیاز داده میشه که اونا عضویت دارن، اونا راجستر هستن، فعالیت میکنن بر مبنای جواز و اونا جوازشون را تمدید میکنن، یعنی پول پرداخت میکنن به شکل مشروع، اونا فعالیت دارن، بعدا میتونن که شامل پروسه شوند. بعد از اینکه ما تایید کردیم وزارت صنعت تجارت، اونا میتونن باز خودشان را نظر به نمو شرایطی که در طرز عمل ذکر شده. البته طرز عمل اتاقا هم در برخی از جاها بعضی باریکی‌ها داره. به گونه مثال در یکی از اتاقا گفته میشه که رئیس و معاون میتونه که رای بده دو نفر، یا در بعضی از طرز عمل گفته شده که رئیس یا معاون میتونه که رای بده، یعنی یک نفر، که یعنی موضوعات است و بحث دیگهش نظارت هست که بی پروسه سوی وزارت صنعت تجارت و کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تفاهمنامه‌ای که صورت گرفته به گونه بهترش نظارت میشه تا هیچ سکتگی به وجود نبیه. اگه سکتگی هم به وجود میه بهش رسیدگی میشه. در گذشته شرایط طوری بود که از میان بازرگانان یک نفر رئیس انتخاب میشد. حالا چه شد که چنین تصمیم گرفته شد که باید رئیس‌زنی ها شود و یک نفر انتخاب شود؟ خوشبختانه با تلاش هایی که جناب وزیر صاحب محترم اجمل احمدی انجام دادن در راستای ساختن یک قانون اتاقا، که قانون جدید اتاقا خوشبختانه یک مبنای حقوقی و یک چارچوب بسیار منظم واضح را ایجاد کردن، در هماهنگی با اتاقا ساخته شد که حالا هر سکتور میتونه اتاق داشته باشه. به گونه مثال سکتور بخش زراعتی میتونه اتاق زراعتی داشته باشیم ما، یا اتاق دکانداران داشته باشیم، ببینید که چقدر دکاندار هسته، اونا یک اتاق میخواین داشته باشن. و این انتخابات برگزار باید شود که همگی طی یک پروسه رقابتی و آزاد و شفاف انتخاب شوند. هیئت مدیرشان که با هیئت مدیره میتونن رئیس و معاونشان انتخاب بکنن. طرز عمل ناک ساختن، خودشان ساختن اتاقها، ما نظارت میکنیم از تطبیقش و این همه شمول هست، یعنی در ولایت های مختلف کشور ما هست. و در پایانش باز یک فدراسیون ساخته میشه که از اتاقا نماینده میباشه در فدراسیون و کارها به شکل هماهنگ شده و منسجم پیش میره. یعنی فقط در نیمروز و نگرهار این موضوع رو من خدمت شما عرض کردم که اینا به حالت یعنی بعدا برگزار خواهد شد، در حال حاضر یک تأخیر وجود آمده، اما طبق جدول زمان بندی شده برای برگزاری انتخابات در اتاقا جریان داره، دیگه هیچ سکتگی نیست. به گونه مثال ما در 27 آگست در اندخوی، هرات، پروان انتخابات ACCI یا تجارت و صنایع را خواهد داشتیم، در 28 آگست پکتیکا و ننگرهار، در 29 جوزجان، بادغیس، هلمند و بدخشان، در 31 آگست هم پکتیا، لغمان، کاپیسا، در اول سپتامبر بلخ، فرا، کندهار و تخار، در سپتامبر دوم خوست، کنر و پنشیر، و به تعقیبش ما در سوم سپتامبر فاریاب، سپین بولدک و کندوز، یعنی در تمام ولایت‌ها، در چهارم و پنجم ما در غزنی، میدان وردک و کابل
خود داشتیم و همچنان همزمان با این از اتاق صنایع و معدن بعد از تاریخ 27 در بلخ، 29 در خوست، 31 در پکتیا، 2 سپتامبر هرات و 4 در کابل همچنان یعنی همین گونه ادامه پیدا می‌کنه. به این شکل آقای رسا دقیقاً حالا پلانی که وزیر صاحب تجارت دارن چقدر وزارت‌های مربوط همراهشان موافق هستن در این رابطه؟ ما یک هماهنگی بسیار خوب با ادارات زیربط، سکتورهایی که در بخش اقتصاد فعالیت میکنن و همین گونه هم ادارات دولتی و هم سکتور خصوصی که ما یعنی نماینده سکتور خصوصی در واقع که تمام مشکلاتشان را چالش هایی که دارن به ما مراجعه میکنن و همین گونه راه های حلی که وجود داره و همچنان سهولت هایی که ایجاد میشه برای سکتور خصوصی که شما در جریان هستین که ما از برنامه هایی که قبلا یاد کردیم سه اصولی را که وزیر صاحب صنعت و تجارت سید کردن تبدیل کردن افغانستان وارد کننده به یک کشور صادر کننده که یک میلیارد دلار آمریکایی را ما در سال روان هدف تعیین کردیم که صادر بکنیم از طریق راه‌های ترانزیتی که شما در جریان هستین مانند دهلیز هوایی، راه‌های زمینی، دهلیز زمینی مانند لاجورد، دهلیز زمینی با آذربایجان، چابهار و عنقریب خط آهن و همین گونه در بخش صنعت که یکی از اولویت‌های مهم ما هست و در آنجا بخش توزیع زمین در پارک‌های صنعتی است که چند پارک صنعتی عنقریب افتتاح میشه و شما شاهد تکمیل شدن فاز اول پارک صنعتی زراعتی باریکاب بودین که کارهای زیربناییش تکمیل شد از برق و بخش سرک و سیستم کانالیزاسیونش اینایش و همچنان در بخش جلب و جذب سرمایه گذاری ها یعنی ما تمام فعالیت هایی که در بخش اقتصاد صورت میگیره و اینا مرتبط هستند با دیگر ادارات زیربط اگر وزارت محترم اقتصاد هست اگر وزارت محترم مالیه هست یا وزارت محترم معادن هست ما منسجمتر و هماهنگتر پیش میریم و همین گونه تمام تلاش ما هدف ما است که ما بتانیم سهولت ها را بیشتر در اختیار سکتور خصوصی و تاجران ما قرار بدیم با اینمی سهولت ها بود و به نمی تلاش ها و امتیازات بود که افغانستان از طریق بانک جهانی به عنوان بزرگترین اصلاحات آورنده در سال قبل معرفی شدن انتخاب شدن بنابر اصلاحاتی که ما در طرز عمل آوردیم در قوانین آوردیم قانون اتاقا یکی از این تلاش ها هست و یکی از اصلاحات هست که حالا توانسته یک بستر مناسب حقوقی و قانونی را ایجاد بکنه برای فعالیت های منسجم سکتور خصوصی و اتاقا و همین گونه فعالیت هایی که در بخش حالا قانونی که شما در اتاق آوردین و رئیسی که توسط انتخابات برگزار میشه و رئیس انتخاب میشه چی فکر میکنید که بعد از این چقدر تغییرات میاد در سکتور خصوصی و چقدر میتونه روی وضعیت سرمایه گذاری تاثیر گذار باشه؟ خب در گام نخست خوبی است که خود تاجر خودش به نحو احساس میکنه که در سکتور خصوصی است، نماینده سکتور خصوصی است و تماس با حکومت داره، با دولت داره و از طریق یک پروسه انتخاب میشه و او دوست داره که خودش کاندیدا بسازه و او دوست داره که در یک پروسه رقابتی و شفاف شرکت بکنه، رای بده و او میخواد که به گونه مستقیم از طریق اتاق پیام خود مشکلات خود را برسانه، تماس مستقیمی که ما با تاجران داریم، جلسات متعددی که باشون برگزار میکنیم و این گونه فعالیت هایشون که به گونه منسجم تر از طریق اتاق ها و سکتور خصوصی صورت میگیره. یعنی در کل هدفی است که ما آواز سکتور خصوصی را شنیدیم که مهمترین حرفشان برگزاری انتخابات بود و حرفشانی بود که باید این پروسه به گونه شفاف تر برگزار شود و حرفشانی بود که اونا میخواین سهم فعالتر و مهمتر در رشد اقتصادی کشور داشته باشه. اگر اسپین بولدک هست، اگر در فاریاب هستن، در اندخوی هستن، یا یکی در غزنی هستن، یا یکی در میدان وردک هستن، باید یک شبکه منسجم ایجاد شوه که اینا خودشان را داخل همی زنجیره احساس بکنن و فکر بکنن که با همدیگر وصل هستن. تاجر میدان وردک ما است، تاجر کندهار ما است، ننگرهار ما و تمام سهولت ها و فعالیت های هم که صورت میگیره او به نفع افغانستان باشه. حالا کاندیدایی که کاندید هست دقیقا چقدر میتونه که شخص مسلکی باشه؟ این
بستگی به رای دهنده ها داره کی انتخاب میکنن. طبعا خب کسانی که خودشان کاندا میسازن، حرف برای گفتن میخواین داشته باشن و میخواین که آوازی برای اتاق و برای سکتور خصوصی باشن و رای دهنده ها هستن که کی انتخاب میکنن. حالا گفتم میشه تعداد کسانی که خود کاندید کردن، اینا کسانی هستن که بیشتر گفتم میشه شاید بعد از اینم به واسطه پولشان پیش برن. ما پروسه شفاف ساختیم، به دلیل از اینکه یک تفاهم‌نامه امضا شد میانه به اتاق‌ها و وزارت صنعت و جنرات که مسئول مستقل انتخابات که این روند از اول تا آخر به گونه دقیق نظارت شود. خب کاندید حق داره که او به خاطر به دست آوردن رای فرصت داره که او بر خودش کمپاین بکنه، از کسی دعوت کنه برش رای بده، یعنی کلا به گونه آزادانه است. او میخواد برنامه‌ی خود بگه، او میخواد که بگو یک چقدر میخواید تلاش بکنه برای کسانی که رای میده برش یا بر ولایتش یا در کل بر افغانستان، یعنی چی پیام میخواید داشته باشه و چقدر میخواید فعال باشه و چقدر تلاش داره که اتاق فعال باشه. بعد بستگی برای دهنده داره که آیا انتخابش میکنه یا نمیکنه. ممکن که اگر نظر به تجارب گذشته ببینیم، چقدر رای دهنده میتونه که رای خود دقیق برای شخص بده که واقعا لیاقت شده. در طرز العمل که ذکر شدم، به گونه مثال اگر تعداد اعضا از 301 تا 350 باشه، اونا میتونن 13 عضو هیئت مدیره داشته باشن و اگر از او بالاتر باشن، این از 500 بالا، 19 عضو داشته باشن. یعنی اما این بررسی میشه که او اعضا واقعا در دیتابیس ثبت مرکزی راجستر هستن یا نیستن. باز وقتی که دیدیم که به چی تعداد ثبت است، به نظر بونم او چیزی در طرز العمل است. طرز العمل هم خودشان آماده کردن خود اتاقا. بعد از او باز میتونن که اعضا رو مشخص بکنن که 13 باشه یا به چی تعداد باشه. اگر 13 عضو هیئت مدیره انتخاب میشه، بعد باز اینا بین خودشان رئیس و معاون خود انتخاب میکنن. بیشتر چگونه چالش ها در این انتخابات دیده میشه؟ خب ما در تطبیق طرز العمل اتاق صنایع و معادن در ولایت ننگرهار با این مشکل روبرو شدیم و همین گونه در قسمت راجستر نبودن برخی از شرکت ها که اونا ادعا کرده بودن خب ما شرکت داریم، میخوایم در پروسه سهم بگیریم، اما وقتی که ما بررسی کردیم دیدیم که اونا راجستر نیستن و ما مشخص کردیم که به چی تعداد شرکت راجستر هست در کدام ولایت و بعد از این باز اونا شامل پروسه میشن. یعنی این یکی از چالش هایی بود که ما در ولایت نیمروز و در ولایت ننگرهار امروز متوجه شدیم، دیدیم و به مخاطر انتخاباتشان به تعویق افتاد. در ولایت نیمروز اونا ادعا کرده بودند که تعداد زیاد شرکت ها هستند، اما وقتی که بررسی شد دیدن که تعدادشان کم هستند و او شرکت هایی که راجستر نبود گفته شد، باز اونا گفتن که ما میخواییم که اعتراض هم بکنیم به دلیل از اینکه خب ما میخواییم شامل روند باشیم یا شامل پروسه باشیم با وجود اگر ثبت هم نیستیم، در حالی که امکان ندارن. و می گونه در ولایت ننگرهار در بخشش که من شما گفتم در بعض طرز العمل که گفته میشه معاون یا رئیس و یا هم گفته میشه که معاون و رئیس، یعنی مو تفاوت های و یا هستک که و همچنان نام میگن که خب ما تعداد در حدود از 500 بالا هستیم، 509، ما میخواییم که 19 عضو داشته باشیم، اما وقتی که ما بررسی کردیم دیدیم که به او تعداد نیستن، اونا کمتر هستن و نظر به طرز عمل با ما اندازه‌ای که هستن با ما اندازه میتونن که آزاد داشته باشن، یعنی 13 عضو داشته باشن. چند پیش ما شما هم اشاره کردین که شاید انتخابات البته از اتاق تجارت زنان بودیم و چقدر این پروسه شفاف بود و چقدر این انتخابات میتونه که نتیجه مثبت در پی داشته باشه. انتخابات اتاق‌های تجارت و صنایع زنان که در مرکز رسانه های حکومت برگزار شد، پوشش هم داده شد از سوی رسانه ها، صندوق گذاشته شد، تعداد کسانی که خودشان را نامزد کرده بودند و تعداد رای دهنده ها هم از اول تا آخر را از وزارت صنعت و تجارت از کمیسیون مستقل انتخابات در این پروسه بود و در پایان شما دیدین که تعداد اعضا انتخاب شد، همگی برشان کف زدن و آرزوی موفقیت کردند. ما میخواییم که همچو انتخابات در ولایت های مختلف و بر هر اتاق برگزار شود، یعنی شفافیت باید جدا مراعات شود، طرز العمل باید تطبیق شود
و شرکت هایی که راجستر هستند و شرکت هایی که راجستر نیستن باید مشخص شوند. یعنی یک کس نمیتونه که بره یک سند برای خود تقلبی جور کنه و او بگویه که ما هم میخوایم رای بتویم یا خود نامزد بسون، در حالی که خوب دیده میشه دیتابیس است. و خوبی است که حالا ببینید شما که ما ولایت را با مرکز ثبت در ریاست ثبت مرکزی وصل کردیم، دیتابیسی که در ولایت نمروز هست، در قندهار هست یا در مزار هست و او در مرکز هست، تمام اینا بسیار شفاف واضح هست. کافی است که نام شرکت درج شود، تمام معلومات هایی که ثبت است میآید که شرکت رئیسش کی است، معاونش کی است، فعالیتش چی است. دیگری نمیشه آدم تقلب بکند از اون. یعنی گفته میشه برید که شرکت تو هست ثبت یا شرکت تو ثبت نیست. بنابراین خواهش مایی است که کسانی که شرکتشان ثبت نیست یا کسانی که واجد شرایط نیست، اونا روند با مشکل روبرو نکنن، پروسه را با مشکل روبرو نکنن، اجازه بدن کسانی که خودشان را نامزد میکنن و وجود شرایط هستن، اجازه بدن با اونا که تا یک پروسه آزاد و شفاف انتخاب شوند و بتونن با خودشان و سکتور خصوصی و با ولایت. حالا آقای رضا، تلاش های شما چی است که تا نظارت شما از این پروسه خیلی جدی باشه؟ ما متحد هستیم به برگزاری انتخابات شفاف در ولایاتی که انتخابات برگزار میشه، در از طریق اتاق ها باید طرز عمل تطبیق شوه. تمام او نکاتی که در طرز عمل ذکر شده و این گونه، ما خوشبختانه یک چارچوب حقوقی منظم و واضح داریم، قانون اتاق ها هست، تا اینکه ما شاهد اصلاحات در بخش سکتور خصوصی خود باشیم و بتونیم برنامه ها را پیش از این هم هماهنگتر و بهترش برگزار بکنیم. تا حالا که شما بررسی کردین چقدر میتونه که رئیس از طریق انتخابات یک اصلاحات خوب را در سکتور خصوصی بیاره؟ خب ما نمیتونیم از دستاوردهای سکتور خصوصی چشم پوشی بکنیم. بدون شک که سکتور خصوصی در افغانستان توانسته نقش بسیار مهم و اساسی را بازی بکنه تا بکنون. در حال حاضر شما میبینید که این سکتور خصوصی هست که زمینه کار را ایجاد کرده، در عواید افغانستان مالیک پرداخت میکنن و این گونه در صنعتی شدن افغانستان و صادراتی شدن افغانستان، این سکتور خصوصی هست که ما همراهشان هماهنگ هستیم و اونا واقعا زحمت میکشن، کار میکنن با کشور خود، سرمایه گذاری که در کردن، اونا زمین خریداری کردن، فابریکه ساختن. ما توقع داریم که از این پیش هم بتانیم ما بیشتر باعث جلب و جذب سرمایه گذاری ها شویم، باعث بهتر شدن وضعیت سرمایه گذاری و همین گونه در بخش تجارت، در بخش صنعت بتانیم دستاوردهای خوبی داشته باشیم. یعنی بدون هماهنگی، بدون کمک یک دیگر، بدون شک باز ما نمیتانیم موفق شویم. با هماهنگی سکتور خصوصی، با کمک سکتور خصوصی و حکومت افغانستان، ما شاهد یک اقتصاد خودکفا خواهد داشتیم. بدون شک. حالا چقدر وقت دیگر داریم برای انتخابات این اتاق؟ در همین ماه روان، یعنی در آگوست و سپتامبر، ما شاهد برگزاری انتخابات اتاق خواهد بودیم که در پایان حتما نتیجه شه. هر روزی که برگزار میشه میشه که همراه شما شریک کنیم. امروز هم ما یک اطلاع مطبوعاتی ساختیم از طریق وزارت صنعت تجارت که بر رسانه ها شریک ساخته شد و ما همین گونه هر نتیجه و دستاوردی که در این پروسه صورت میگیره را همراه شما شریک میسازیم. خیلی سپاس. سمیر رضا، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت، از یک شما در زیربنا تشریف آوردین. و بیننده های عزیز، حال توجه کنید به نرخ شماره ارزهای خارجی در برابر پول افغانی در بازار امروز کابل. و این هم قیمت طلا.
این هم قیمت مواد اولیه. سپاس از همراهیتان تا این دم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.